بچه سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من برای بار پنجم فکر میکنم برای بار پنجمه که دارم استارت باز طراحی وبسایت همون دنیای تکنولوژیمون رو میزنم که قرار بود از توی اون یعنی یه وبسایت اختصاصی برای خودم باشه که توش حالا یه سری چیزهای خفن ارائه بدم و از اونجا در واقع تعاملم رو باهاتون بیشتر بکنم. حالا یه مسئله ای که هست، میگن هر برنامه نویس طبق تجربه خودش سنجیده میشه، یعنی تمام برنامه نویس در واقع طبق اون تجربه‌ای که دارن سنجیده میشن. مثلا میخوام بدونن یه برنامه نویس بهتر از یه برنامه نویس دیگه، میان نگاه میکنم میرم اون برنامه نویسه چقدر تجربه داره نسبت به دیگران. من هم خب تو این رونده هر بار که شکست خوردم در واقع قوی تر شدم توش. مثلا خب اولا خیلی من UI/UX رو خودم مجبورم طراحی بکنم، چون که میخوام با سرمایه اولیه صفر استارت اینو بزنم و چون قراره با سرمایه اولیه صفر این طراحی بشه، خب UI/UX هم باید خودم بزنم دیگه. UI/UX چیه؟ UI همون ظاهر وبسایت، مثلا همون تکست فیلد ها که یوزر میره اونجا منو قطعش بکنم که یوزر از اونجا میتونه از وبسایت شما استفاده بکنه، مثلا ظاهر دکمه ها، رنگ دکمه ها، شکل و ظاهر دکمه ها، عکسایی که قرار اونجا به کار، عکس یا آیکون هایی که قراره توی وبسایت به کار برده بشه، اینا میشن شامل UI. حالا UX چیه؟ من یه توضیح خیلی مختصر میدم. ببین مثلا توی ویندوز بذارید براتون فیلم بگیرم. خب حالا UX چیه؟ UX مخفف User Experience هست، یعنی تجربه کاره. مثلا شما میدید روی دکمه های مختلف ویندوز میبینید الان رنگ بک‌گراندش یه خورده اومد سمت تیرگی و آیکونش هم یکم پررنگ تر شد، یعنی مثلا اینجا رنگ بک‌گراند قرمز شد و رنگ اون علامت ضربه در هم به سفید تغییر کرد. خب الان سوال به وجود میاد که اگر اصلا ما UX نداشته باشیم، اصلا رنگ بک‌گراند اینا تغییر نکنه اصلا، خب چه فرقی میکنه تغییر بکنه یا نکنه؟ چه فرق به حال من کاربر میکنه؟ ببین شما فرض کن مثلا نشونگر موسمون بره روی یک المان، خب و اون المان هیچ تغییری نمیکنه، خب این حس به شما القا نمیشه که شما الان روی یک دکمه هستید و اگر روی این دکمه کلیک بکنید قرار یک اتفاقی بیفته. معمولا هر وقت روی دکمه کلیک میکنیم یک اتفاقی میفته دیگه، یا وارد یه صفحه جدید میشیم یا یه صفحه جدید برامون لود میشه توی وبسایت ها منظورم. و خب ما با یوزر اکسپریانس یا همون UX توی ظاهر وبسایت میایم این حس رو به کاربر تقدیم میکنیم. یا شما الان مثلا روی یک دکمه هستید، شما مثلا روی دکمه خروج هستید و بک‌گراند قرمز و ضربه در، معمولا بین کاربرها این حس رو انتقال میده که شما الان روی یک دکمه خروج هستید، چون که توی پلتفرم‌های مختلف ویندوز، اندروید و حالا وبسایت‌ها معمولا دکمه قرمز و بک‌گراند قرمز حکم دکمه خروج رو داره و این از قبل توی حافظه ناخودآگاه چیه توی همون برای کاربر تلقین شده که دکمه ضربه در قرمز برای خروج. خب حالا من توی ظاهر وبسایت الان فهمیدین که ظاهر وبسایت چیه و UX هم چیه. UI میشه user interface، UX هم میشه user experience. من توی این دوتا مورد توی برنامه‌نویسی خدایی هیچ مشکلی نداشتم، یعنی هر وقت هر چیزی میخواستم پیاده سازی بکنم به یه صورتی گلیم خودم از آن میکشیدم بیرون، ولی توی این دوتا توی UI و UX همیشه من به مشکل میخوردم، به صورتی که تا الان فکر میکنم بروش 4 تا UI UX براش عوض کردم. آخر سر اومدم همچین تصمیم رو گرفتم، گفتم آقا من میام از وبسایت های دیگه کپی میکنم و دقیقا ظاهر اونا و حالا UX اونا رو میارم توی وبسایت خودم استفاده میکنم، تلفیق میکنم از وبسایت های مختلف میذارم کنار هم، آخرش یه چیزی در میاد دیگه. بعد تا چند وقت پیش با یه UI UX کاری آشنا شدم، یه راهنمایی خیلی خوب برام کرد، گفت ببین برو اولین کار برو توی وبسایت هایی که طرح UI UX وبسایت ها رو میذارن، برو اونجا UI UXی که ازش خوشت میاد رو بردار کپیش بکن دقیقا. خب این مرحله اول. پس مرحله اول این شد که یه کپی کار خوب باشیم، بریم از کارهای دیگران، طرحهای دیگران کپی بکنیم. گفت حالا بیا یه کاری بکن. گفتم چی؟ گفت بیا حالا یه سری کارها رو اینا انجام بده که اینا خلاقانه تر بشن، یعنی طرحشون قشنگ تر بشه. هر کاری میتونی انجام بدی که طرح اینا رو قشنگ تر بکنی انجام بده. ما هم گفتیم خب
عجب ایده نابی، بیا می همچین کاری بکنیم. رفتیم ترکیبی زدیم یه چیزی و چیز باحالی شد، خودش چیز جذابی شد و خودم دوستش دارم و الان دارم روش کار میکنم که چجوری جذابترش بکنم، چجوری خفنترش بکنم. ولی یه موردی که هست، من تا این وبسایت رو نیارم بالا، تا توش فعالیت کاربرها رو نبینم، ولکن نیستم. باید دنیای تکنولوژی ارزکاریت بیاد بالا و باید خوبم بیاد بالا، یعنی امکاناتی داشته باشه که یوزر باش حال بکنه، بازم بیاد توی وبسایت رو سر بزنه برم. خلاصه من خیلی ذوق زدم و خیلی حال میکنم که میان جلوی دوربین و از دنیای تکنولوژی خودم بهتون میگم که چه مسیرهایی رو طی کردم، چجوری بوده چجوری نبوده. از ظاهری که طراحی کردم چیزی رو بهتون نشون نمیدم توی این ویدیو، فکر کنم نشونم دادم آره، ولی توی این ویدیو رو تو چیزی نشون نمیدم. فقط اینو بدونید که قراره از اول کار تا آخر کار هر کاری رو که انجام میدم، به هر باگی که میخورم و روش حل کردنش حالا پیدا میکنم و اینا، کلا از همین اینا قراره ویدیو بگیرم در طول پروژه و در نهایت این پروژه اینا رو بنده تدوین بکنم و براتون آپلودش بکنم توی یوتیوب و توی اینستاگرام. خلاص دیگه همین. فقط خواستم یه موضوع خیلی مهم یادم رفت بگم، لطفاً هر نظر، ایده و کلاً هر چیزی که الان توی دنیای تکنولوژی باش مواجه هستین، براتون یک چالشه و دوست دارین بدونین که اون چالش چجوری حل میشه و راه حلش چیه، خلاصه این داستانا، برام زیر همین پست کامنت بذارید، چون قراره این قابلیت توی وبسایتم افزوده بشه. آره افزوده بشه و خلاصه تاشم این وبسایت برای خودتون و خودتون قراره ازش استفاده بکنید. پس بنابراین میخوام هر چیزی که باش حال میکنید در حوزه تکنولوژی رو برام زیر این پست کامنت بکنید. محتوای خیلی خفن و جذابی دارم براتون آماده میکنم که قشنگ حال میکنید. خلاصه دیگه صحبت دیگه نمیمونه. شما دوستان عزیز، به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشید دوستان.